افسردگی و دیپرس بودن یه چیزیه که فکر میکنم این روزا دیگه همه مردم دنیا دارن، فقط هر کی توی یه لول خاصی، یعنی فقط لولشه که فرق میکنه. بخاطر اینکه من فکر میکنم زندگی امروز انقدر سخت و انقدر پر از فشار و انقدر ماشینی شده که این مدل دیپرس بودن من فکر میکنم دیگه همه تو همه هستش و کسی دیگه وجود نداره که بخواد بگه که من کامل اوکی ام و حتی یک ذره دیپرشن هم توی من وجود نداره. من از این قاعده مستثنا نیستم. به هر حال افسردگی و دیپرس بودن و مودی بودن که همون انگلیسی بهش مود سوینگ گفته میشه، به هر حال توی من هم اتفاق میفته و من فکر میکنم یکی از دلایل مهمی که این روزا خیلی دیپرشن میتونه بالاتر بره و افسردگی رو بیشتر کنه سوشال میدیا هستش. سوشال میدیا مثل اینستاگرام، مثل تیک تاک، مثل یوتیوب، دیدن ویدیوهای دیگران. و حالا یه مقدار من توی این موضوع میرم و توضیح میدم. من خودمم به این شکل بودم و بعضی موقع اتفاق میافتاد که مثلا یه هایی هپی هستی، همه چی خوبه، بعد 5 دقیقه بعد ناراحتی. و واقعا وقتی که مثلا آدم فکر میکنه که بخواد ریشه یابی بکنه ببینه آخه مثلا دلیلش چی، هیچ دلیل خاصی پیدا نمیکنه. گاهی اوقات این موارد میتونه به خاطر مسائل اجتماعی همون مثل سوشال میدیا، مثل زندگی ماشینی و دوروبر بشه. بعضی موقع ها میتونه عوامل درونی داشته باشه، مثلا ما یه هورمونی تو بدنمون کم و زیاد شده، یا مثلا یه از نظر درمانی ما توی پروسه هستیم که مثلا این اتفاق میتونه برامون بیفته که خب به هر حال دست آدم نیستش و این اتفاق برای آدم میفته. حالا دلیلش هرچی که باشه، چه عوامل درونی باشه چه عوامل بیرونی باشه، خب معمولا وقتی دیپرشن و افسردگی به یه لولی برسه که دیگه غیر قابل تحمل باشه، زندگی آدمو بخواد روش تاثیر بذاره، زندگی آدمو فلج کنه و واقعا عذاب آور بشه برای آدم، به هر حال آدم باید یه کاری براش بکنه دیگه. یعنی باید تشخیص بده که به هر حال این اتفاق براش افتاده و این مشکل رو داره و رفع بکنه، سعی بکنه این مشکل رو رفع بکنه. البته منظورم از رفع این مشکل این نیستش که حالا مثلا اگر یک نفر از به خاطر یه هورمونی یا به خاطر مثلا یه پروسه درمانی که داره انجام میده این اتفاق براش افتاده، بیاد اون درمانش رو قطع بکنه یا مثلا اون کارو انجام نده، خب این نمیشه. یا منظورم اگه از عوامل بیرونی میتونه باشه، حالا مثلا یارو توی زندگی مدرنی داره زندگی میکنه، توی جای کوچیکی داره زندگی میکنه، یا از سوشال میدیا این اتفاق براش افتاده، نمیتونه مثلا بیاد همه چیزها رو بلاک کنه روی خودش، سوشال میدیا رو نبینه، مثلا چه میدونم جمع کنه بره تو طبیعت زندگی کنه، اینا امکانش نیستش واقعا با شرایطی که ما اینجا هستیم. و منظور من این نیست که حالا بخواد این عوامل رو کات بکنه، چون در بیشتر موارد اصلا امکانش وجود نداره از شرایطی که ما توش هستیم بخوایم تغییراتی توش بدیم به خاطر سختی زندگی این روزا. خب معمولا توی این شرایط افراد میرن چیکار میکنن؟ میرن روانپزشک رو میبینن. خیلی ها هستن که جلسات ساعتی دارن چند روز در هفته، مثلا میرن و صحبت میکنن با یک شخصی که فقط به عنوان روانشناس نشسته و به صحبتاشون گوش میده و این میتونه یه مقدار آدمو خالی بکنه، ولی این یه راه هستش. یا مثلا خیلی از افراد پیش روانپزشک میرن و داروهای آنتی دیپرسینگ میگیرن، مثلا داروهای افسردگی میگیرن، که من خودم به شخصه با گرفتن دارو و خوردن این داروها موافق اصلا نیستم. درسته که میتونه حال شما رو خوب بکنه، ولی شما به شدت به این داروها عادت میکنین و اگر اون داروها، یعنی واقعا نمیتونید اون داروها رو خودتون یه روز قطع بکنید، چون اگه بخواید این کارو بکنید شدیداً حال وضعیت روحیتون بدتر خواهد شد و اینا باید به شدت تحت نظر پزشک باشه. اگه بخواید کمش بکنید یا اگه بخواید قطعش بکنید، باید پزشک تشخیص بده که چه جوری دوزش رو کم بکنید، چیکار بکنید، و دیگه خودتون نمیتونید، چون واقعا بدن به شدت به اینا عادت میکنه. و من واقعا اصلا هیچ وقت نه موافق بودم و نه این کارو کردم تو زندگیم. یعنی حتی موقعهایی بوده که من واقعا دیپرشن خب زیاد داشتم و
جوری شده بود که اصلا دوست نداشتم دست به سیاه‌سفید بزنم، هیچ کاری انجام بدم، مثلا همطوری میمون همه چی خونه به هم میریخت، مثلا غذا درست نمی‌کردم یا مثلا میافتادم رو تخت همش میگرفتم میخوابیدم، دوست داشتم همش بخوابم و در واقع کاتاف میشدم با همه چی. ولی با این حال باز هم اون موقع میدونستم که خب به هر حال این حالت افسردگی و دیپرس بودن هستش، ولی بازم من در اون لحظه اون شرایطم برای رهایی از این حالت هیچ وقت دوست نداشتم که بخوام برم پیش یه پزشک برای من نسخه بنویسه و شروع کنم یه همچین قرصایی رو خوردن. پس من با این روش هم موافق نیستم. روش دیگه ای که حالا میمونه این که ببینید، یه سری ها میان میگن خب دایت غذاییتون رو و لایف استایلتون رو یه جوری بکنید که مثلا بتونه تاثیر بذاره و این هورمون و هورمون شاد بودن رو خب توی بدن شما بالا ببره و این کم بشه توی شما افسردگی. ولی خب به این راحتی نیستش. بعضی موقعا ممکنه لول افسردگی یه نفر یه مقدار بیشتر باشه که با این چیزا واقعا نشه، چون به هر کسی که افسرد و دیپرس هستش خیلی سخته که بخواد لایف استایلش رو چینج بکنه، بره نمیدونم این کار بکنه اون کار بکنه، واقعا اون لحظه سخته و اون شخص نیاز به یه چیزی داره که پوشش بکنه که بعد بتونه لایف استایلش عوض کنه. یعنی اون قدم اولیه بعد یه مدلی براش برداشته بشه که بعد بتونه بره و لایف استایلش حالا بهتر بکنه، دایتش رو بهتر بکنه. چون اون لحظه که شما تو افسردگی و دیپرشن هستی اصلا نمیخوای هیچ کاری بکنی، نه حوصله دایت درست کردن داری یا غذایی که مثلا حالا برات خوبه بخوری یا مثلا بخوای لایف استایلت رو عوض کنی، موضوع اینه. ولی خوشبختانه راههایی هستش که شما میتونید به صورت خیلی طبیعی بدون اینکه بدنتون رو آسیب بزنید، بدون اینکه عوارضی بخواد براتون صورت بگیره، بدون اینکه بدنتون به شدت به داروی عادت بکنه، این رو توی خودتون عوض کنید و از بین ببرید. که من از تجربه شخصی خودم میخوام بهتون بگم بچه‌ها، البته من منظورم این نیستش که همه چی با اینی که من حالا من میخوام به شما بگم از بین میره و حل میشه. به طبع افرادی هستن که ممکنه لول دیپرشن شون توی لول فوق‌العاده بالایی باشه که 100% اونا به نیاز به مراقبت پزشکی دارن و باید اون راه در واقع درمانیشون رو طی بکنن. ولی خب به صورت مودریت، به صورت مدیوم و معمولی که حالا ما مثلا یه زمانایی دیپرس میشیم مثلا اوکی هستیم، ولی مثلا یهو یه قسمتی برهه از زندگیمون هستش که مودمون عوض میشه، ناراحتی مثلا نمیدونیم دلیلش چیه، دیپرشن میگیریم، برای اینکه کلا به وضع عمومی زندگی خودمون، به حال روحیمون بخوایم کمک بکنیم که این مدل اتفاقا، مود سوینگا و مودی بودن ها هم هی چند وقت به چند وقت برامون پیش نیاد، من کاری که من کردم و واقعا جواب گرفتم رو میخوام بهتون معرفی بکنم. خب من به هر حال با اینکه آدم بیزی هستم و خیلی کار میکنم، ولی بازم میفته، اتفاق برام میفته که بعضی از موقع‌ها یهو مثلا تو دیپرشن فرو میرم و واقعا هیچ کاری نمیتونم بکنم، نه تو سوشال مدیا میرم نه کار میکنم، مثلا همش میگیرم رو تخت مثلا میخوابم و خب از این وضع خودم خیلی ناراحتم. کلا آدمی نیستم که اینجوری باشم، ولی برای همه پیش میاد. و من واقعا یه زمانی که این اتفاق برام افتاده بود، مثلا آدم بدون دلیل مثلا گریه میکنه یا هرچی، به هر حال من یه آخرین باری که این اتفاق برام افتاده بود رفتم خیلی گوگل کردم، خیلی چک کردم و یه سری ساپلیمنت های پیدا کردم که از توی اون ساپلیمنت ها یکی رو انتخاب کردم بعد به تحقیقی که کردم و ریویو هایی که مردم داده بودن و اونو من شروع کردم به مصرف کردن و خدا شکر واقعا خیلی خیلی تاثیرگذار بوده، واقعا خیلی اثر خوبی داشته روی وضعیت روانی و روحی من و یه چیز فوق العاده نچورال هستش. چون من رفتم واقعا تحقیق کردم، من خودم کاملا مخالف هستم که شما برید یه داروی شیمیایی رو حالا بگیری که بتونه از یه طرف بخواد تو رو خوب بکنه، از طرف دیگه بخواد هزار و یک بدی برات داشته باشه. و این چیزی که من پیدا کردم کاملا گیاهی و طبیعی هستش و در واقع میخوام بهتون معرفی کنم، یه مقدار بهتون توضیح بدم که چی هستش که شما هم آشنا بشید و اگه دوست داشتید شما هم واقعا برید و برای خودتون تهیه بکنید، واقعا عالیه. ببینید بچه ها، من این قرص ساپلیمنت رو خریدم، مثل یه ساپلیمنت ویتامین میمونه بچه ها. اسمش رو اگه بخوام بهتون بگم شاید شنیده باشید، 5HT
HTP Pro هستش. 5-HTP بچه ها اسم یه ماده هستش که به صورت طبیعی توی بدن تولید میشه و مسئولیت شادی و حس خوب انسان رو به عهده داره و زمانی که مثلا این ماده حالا پایین میاد یا هرچی یا کم میشه توی بدن میتونه باعث بشه که مثلا ما این حالت رو برامون پیش بیاد و دیپرس بشیم و این در واقع قرص کاملا گیاهی هستش که از کنسانتره در واقع از حالا اگه من بخوام براتون بخونم نوشته که هم برای سیستم عصبی بسیار بسیار عالی هستش 5-HTP و هم اینکه برای سایکولوژی و سلامت روانی بسیار بسیار عالی هستش و من اینو رفتم ریویوهاشو خوندم بچه ها همه کسایی که اینو خریده بودن واقعا راضی بودن و خیلی خیلی خوشحال بودن که اینو خریده بودن. این یه مقدار ویتامین B6 هم توی خودش داره که در واقع مثل یه فود ساپلیمنت هستش. من یه مقدار بیشتر راجع به این توضیح میدم. اینو باید شما روزی یه دونه قرص بخورید، بهتره که شبها موقع خواب خورده بشه. من روزی یه دونه شب موقع خواب میخورم و دارم بخواب بهتون نشون بدم. به این شکل هستش، یک کپسول من میخورم موقع خواب و واقعا عالی هستش بچه ها. اگه بخوام بگم سورس این در واقع ماده که توی این کپسول در واقع درست میشه از دونه های یک گیاهی به نام، حالا من اینجا چک کردم براتون، گریفونیا سیمپلی سیفولیا. این گیاهی هستش که یه گیاه آفریقایی هستش که از دونه ها و از هسته در واقع اون گیاه این ماده رو اونا اکستراکت میکنن و این ساپلیمنت طبیعی و ویگان رو درست میکنن و هیچ ساید افکت بدی این که بخواید معتادش بشین بهش عادت بکنین اصلا نداره. برای خواب بسیار عالی هستش. وقتی که اینو شما شروع بکنید به استفاده خیلی خواب ریلکس و بهتری خواهید داشت. و یه چیز خیلی جالب بهتون بگم که میدونستید بچه ها این به کاهش وزنم کمک میکنه؟ یعنی این ماده که توی این ساپلیمنت هستش وقتی شما میخورین به صورت نچرال و طبیعی روی کاهش وزنتون هم اثر میذاره و باعث میشه که وزن کم بکنید، نه مثل این چیزایی که مثلا حالا قرصای وحشتناک کاهش وزن که مثلا میفروشن اونجوری نیستش. این طبیعتاً به این شکل هستش، خاصیتش اینه که باعث کاهش وزن میشه. در واقع گفته شده که یه پروتئینی داخل این ماده هستش که اون پروتئین وزن بدن رو کنترل میکنه و نمیذاره که مثلا اضافه وزن شما داشته باشید. به این شکل هستش. کلن افراد برای افسردگی و دیپرشن اینو مصرف میکنن برای اینکه خواب راحتی داشته باشن. اون کسایی که دنبال یه چیز طبیعی هستن برای اینکه خواب راحتی داشته باشن، برای اینکه در واقع حس خوبی داشته باشن، کلن درد به صورت عمومی توی بدنشون کم بشه، حس درد کلن کم بشه. مثلا اگه شما استرس دارید این براتون عالی هستش، میتونه استرستون رو پایین بیاره. و حالا اگه بچه اینو چجوری مصرف کنید، من توصیه نمی کنم که حالا شما مثلا اینو بخرید بعد دیگه تا آخر عمرتون هر روز مثلا بخواید اینو بخورید، نه. بهتره که شما هر چیزی رو حتی اگه طبیعی هستش برای یه مدتی مصرف کنید و برای یه مدتی استراحت بدین بدنتون، بعدا میتونید دوباره شروع بکنید. این بهتر هستش. من مثلا الان این 120 تا کپسول توش هستش بچه‌ها که من مثلا روزی یه بار دارم میخورم. بعد از اینکه این قوطی تموم بشه من استراحت میدم، فرض بکنید مثلا 2-3 ماه من استراحت میدم و بعد از 2-3 ماه حالا یه دونه دیگه میخرم و شروع میکنم به مصرف کردن. یا اگه مثلا ببینم من در یه قسمتی برحال زندگیم افسردگی دوباره به سراغم اومده، میتونم اینو بگیرم و استفاده بکنم، نه اینکه چیزی باشه که بخوام تا آخر عمرم هر روز بدون وقفه استفاده بکنم. بچه ها در رابطه با عوارضش اگه بخوام بگم، عوارض خیلی خاصی نداره، ولی چیزی که برای خود من اتفاق افتاد و میخوام اینجا باهاتون شیر کنم این که برای اولین بار که من خواستم این قرص رو استفاده کنم، خب روش نوشته یا یه دونه یا دو تا مثلا شما باید بخورید. من روز اولی، شب اولی که میخواستم اینو استفاده بکنم، چون حالا مثلا حالت افسردگی داشت
داشتم گفتم من دوتا بخورم. من دوتا قرص خوردم و بعد از یه 5 دقیقه 10 دقیقه که قرص خوردم شروع به حس کردم شکمم داره درد میگیره، یه مقدار تپش قلب پیدا کردم و متوجه شدم که از این قرص میتونه باشه و تصمیم گرفتم که دیگه دوتا نخورم و فقط همون یه دونه رو بخورم هر شب و از شب بعدش فقط یه دونه خوردم و بعد از اون دیگه هیچ اتفاقی برام نیفتاد و هیچ مشکلی من نداشتم. و میخوام بهتون بگم که بهتره که این قرص اگه میخوای مصرف کنید یه دونه مصرف بکنید، دوتاش ممکنه یه مقدار زیاد بشه برای آدم و همین، این خیلی 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 مهم هستش. من لینک خرید این رو براتون تو قسمت توضیحات ویدیو میذارم که میتونید به صورت آنلاین سفارش بدین. امیدوارم که این ویدیو براتون مفید بوده باشه و دیگه حس افسردگی و دیپرشن پیشتون نیاد و سراغتون نیاد و همیشه شاد و هپی باشین. تا ویدیوهای بعدی مواظب خودتون باشین.